در 14 دهه گذشته سیاست روبرو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی مسئله بوده که ورزش ایران با اون دست و پنجه نرم کرده. این در حالیه که کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های جهانی در قانون خودشون صریحا میگن که سیاست و ورزش نباید با همدیگه قاطی بشن. امروز مهمان ما سعید مولایی است، ورزشکاری که تصمیم گرفت از این به بعد به همچین سیاستی حداقل در مورد خودش پایان بده. با من پوریا ژافره در مصاحبه اختصاصی برای بی بی سی فارسی. سعید مولایی، قهرمان جودو جهان در دسته 81 کیلوگرم، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتی با بی بی سی صحبت بکنی. سعید، اول از همه بگو این روزها حالت چطوره؟ وضعیت تمرینات چطوره؟ از نظر آمادگی جسمانی در چه شرایطی هستی؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. خدا رو شکر من بعد از مسابقات قهرمانی جهان توکیو، اتفاقاتی که برام پیش اومد، بعد از اون اومدم آلمان، چند روزی رو استراحت کردم، ولی استراحتی که همراه با تمرینم بود که از اون آمادگی که داشتم کاسته نشه و بتونم، چون چند روز آینده من مسابقات بوندسلیگا آلمان رو دارم و بعد از اون مسابقات لیگ اروپا رو دارم، تمریناتم رو دارم و چند روزی اومدم اینجا استراحت کنم که تا بتونم کارام رو انجام بدم. سعید، آیا امکانات اینجا باب ملی تو هستن؟ حریفای تمرینیت و شرایطی که در اختیار داری برات خوبه که بتونی خودت رو آماده بکنی واسه مسابقه ها؟ 100% اینجا همه چی فراهمه برای من. البته برای باشگاهی که مسابقه میدم شرایطی در اختیار من گذاشته، ولی تو شهری که هستم تمریناتم منظم هستش، بدنسازیم، حالا درسته برنامه ما هنوز استارت کاریمو انجام ندادم، ولی برنامه‌مو دارم، تمریناتم منظم انجام میدم که اون آمادگی رو داشته باشم. سعید، لطفاً برای اون دسته از بینندگان ما، مخاطبین ما که داستان تو رو نمیدونن، اگر میشه از زبون خودت تعریف کن که در این یک سال گذشته چه گذشت به تو؟ ببینید، سرنوشت زندگی من خیلی سخت بود. بخوام اگه توضیح بدم شاید زمان ببره. تو یک سال اخیر اتفاقات سنگینی برای من بوده. مدالای شیرینی رو از دست دادم. مجبور بودم به خاطر اطاعت از قانون کشورم، چون سرباز کشورم بودم، ورزشکار کشورم بودم، باید از این قانون اطاعت میکردم و همه را هم اطاعت کردم و انجام دادم تا رسید به مسابقات قهرمانی جهان، که تصمیم زندگی برای خودم گرفتم. تصمیم گرفتم که شجاع زندگی کنم برای خودم، به دنیا ثابت کنم که سعید مولایی دیگه نمیخواد زیر بار ظلم بره، زیر بار سختی، زیر باری که تمرینات زیادی رو انجام میدادم، سختی های زیادی رو انجام میدادم و در نهایت میومدم، حالا به خاطر مصلحتی مدالم رو از دست میدادم. اومدم سرنوشت زندگی خودم رو تغییر دادم، دنیا ثابت کنم که سعید مولایی میتونه زندگی جدیدی رو شروع کنه. اتفاقات سنگینی برای من اتفاق افتاد توی ژاپن، ولی خب تموم شد. شاید یکی از مدالای شیرین من میتونست تبدیل به سومین مدال جهانیم بشه، دومین مدال طلای جهانم بشه، ولی نشد به خاطر اتفاقاتی که پیش اومد. ولی الان اومدم اینجا زندگی جدیدی شروع کنم. البته کمک مسئولینی که به من تضمین دادن بتونم برای المپیک حضور پیدا کنم، این خیلی خوشحالم که از این طریق میتونم این رو به اهداف خودم برسم که المپیک رو 100% من میرم و تلاشم رو روزافزون انجام میدم با برنامه‌ریزی که بتونم بهترین مدال که توی ویترین افتخاراتم کم ازش مدال المپیک رو بگیرم. اگه میشه یه مقدار توضیح بده، چون مثل اینکه چندین بار بود که در مسابقات مختلف تو مجبور شدی که مسابقه های خودت رو، یعنی با توجه به این چیزی که بهت گفته بودن، ببازی، در صورتی که یعنی تلاش به اندازه کافی انجام ندی، چه حالتی به دست داد؟
من شنیدم که میگفتی مثلا با گریه میرفتم روی دوشک، دقیقا در چه مقطعی شد که این برای تو دیگه تحمل پذیر نبود؟ درسته، این چهارمین مرتبه بود که من این اتفاق برام پیش اومد. اولیش توی مسابقات گرند اسلم ابوظبی بود که کل دنیا فهمیدم من مقابل فینال به حریف بلژیکی باختم و حتی برای برنز هم مسابقه ندادم. و بعد از اون مسابقات 16 نفره برتر دنیا مسیر بود که اونجا دور اول من مسابقه ندادم که دور دوم بخورم. و بعد از اون که واضح ترینش بود که دیگه کل دنیا و فدراسیون جهانی فهمید، مسابقات پاریس بود که سنگین ترین مسابقه برای من بود. قهرمان المپیک بردم، قهرمان جهان بردم، اومدم آخر فینال باختم، ولی برای اهدای مدال من در مراسم سرمونی شرکت نکردم و مجبور بودم اون نمایش رو انجام بدم و فدراسیون جهانی حساس شد و فهمید در مورد این قضیه. و بعدش آخرین مسابقه مسابقات قهرمانی جهان بود که این سناریو از تهران برای من شروع شد. قرار بود این تیم کنسل بشه، ولی حالا با صحبتهایی که شد فقط من چون رنکینگ یک بودم حضور پیدا کردم تو این مسابقات. آقای بریمانلو بخاطر اینکه تو رنکینگ نبود مجبور بود شاید دور اول به حریفی از اسرائیل بخوره، ولی نیاوردنش. و بعد از اون من اومدم تو مسابقات جهانی، مجبور بودم باید از این قانون اطاعت میکنم و این کار رو هم انجام دادم. من مسابقه ما قبل فینال هم رو باختم. دستورات که از تهران به سرمربی تیم رسید از طریق تلفن، من مسابقه رو حالا از اول شروع کردم، بردم تا اومدم 8 نفر برتر که از اونا خواهش کردم که حداقل من مسابقه رو بدم، امتیاز لازم رو بگیرم، باشه من مسابقه ما قبل فینال رو میبازم. از تهران از رئیس فدراسیون جودو، از کمیته ملی المپیک و از وزارت ورزش به من زنگ زدن که من نباید مسابقه بدم، تدابیری ببین که کار خودت رو انجام بده. و حالا بعد از اون که من حالا گوشیمو یک بار روشن کردم که تونستم یه زنگ بزنم، دیدم برادر من زنگ زد به من، گفتش که به من زنگ زدن به سعید بگو مسابقه نده و حتما این مسابقه رو طوری تدابیری ببین که فدراسیون جهانی هم نفهمه. و من باید هر مسابقه رو اجازه میگرفتم میرفتم، همه شاهد بودن اونجا. وحید سرلک سرمربی تیم تاجیکستان بود، من با گریه تو دوشک حضور پیدا میکردم. من اون روز قهرمان جهان میشدم، واقعا میگم، چون انقدر آماده بودم و این رو 100% به یقین میگم. قهرمان المپیک بردم، برنز المپیک، طلای جهان رو بردم و اومدم مقابل فینال. مجبور بودم که باید ببازم، چون اگر نمیباختم شاید عواقبی برای من برای بازگشتم بود و همچنین برای خانواده من. من دیگه الان نمیدونم، چون تضمینی نیست برای برگشتم. و بعد از اون هم رسانه‌های ایران اعلام کردن که من پرنده شدم. من پرنده نشدم هنوز، من 2 سال ویزای آلمان دارم، الان اومدم اینجا تا IOC و فدراسیون جهانی جودو برای من تدابیری ببینن که و این قول رو به من دادن که 100% من توی المپیک حضور پیدا کنم. و فقط متاسفم که چرا سرمربی تیم این صحبت‌های لازم که حالا از طریق رسانه انجام داده بود و رسانه‌های ایران هم به دروغین اعلام کردن که سعید ملایی پناهنده شده و حتی بعد از اون چقدر به من زنگ زدن که برگرد ایران، ما حمایتت میکنیم، آیا تضمینی است که من برگردم ایران؟ شاید بعد از محمد بریمانو قربانی بعدی من بودم به المپیک اعزام نشم، همونطوری که قبلا خیلی از ورزشکارای ما به ناچار از طریق حالا کارهایی که خودشون انجام دادن به المپیک اعزام نشدن. ولی من دنیا ثابت کردم که سعید ملایم میخواد آزادانه زندگی کنه و برای خودم زندگی کنم، به رویایی که میخوام بهش برسم، برایش تلاش کنم بهش برسم. و خدا رو شکر میکنم که تا اینجام خوب بوده. مردم کشورمون و کشورهای دیگه خیلی حمایت کردن از من و فدراسیون جهانی و المپیک هم حمایت کردن از من که انشالله بتونم المپیک رو حضور پیدا کنم با بهترین شرایط. دقیقاً چه وقتی بود که این تصمیم رو گرفتی پیش خودت؟ اگه که میشه اون چیزی که تو ذهنت میگذشت رو و اگه میشه برای ما بگو. ببینید، من تو ژاپن که بودم با آقای ویزه صحبت کردم، گفتم شرایط من اینجوریه، من اگه مسابقه بدم نمیتونم برگردم ایران.
تضمینی نیست من برگردم ایران و آقای ویزر و کمیته ملی المپیک تضمین کردن به من که تو المپیک میتونی بری، ولی بعد از زنگایی که من زده شد، اون ترسی که برای من داشت، اون فکرایی که برای من اومد، خدایا چه اتفاقی برای من و خانواده‌ام اتفاق میخواد بیفته؟ من فقط میخواستم اون روز اون مسابقه تموم بشه، یعنی اصلا دیگه به فکر مدال نبودم، فقط تموم بشه. و بعد از اون دیگه به هیچ فکر نکردم، تا به تهران هم نیومدم، رفتم آلمان که فقط چند روز از این حواشی دور باشم. صحبت‌های لازم انجام دادم، ان شاء الله تو چند روز آینده جواب نهایی داده میشه و من 100% المپیک میرم و زندگی تازه‌ای رو شروع کردم و شاید دیگه نتونم خانواده‌مو ببینم، ولی من خانواده‌مو با المپیک معامله کردم به خاطر اینکه بتونم به اون آرزویی که دوست دارم بهش برسم، به دنیا ثابت کنم که سعید مولایی شجاعه، میخواد انسانوار زندگی کنه، آزاد باشه. به تو فشار زیادی وارد میشد در این مسابقه، ولی هیچ موقع فکر میکردی که ورزشکارهای دیگه هم هستن که داره حقشون پایمال میشه؟ ببینید، ما تو کشوری زندگی میکنیم که این قانون کشور ماست. خیلی از ورزشکارهای ما هم میان تمرین میکنن، این مسئله براشون پیش میاد و باید همین قانون رو انجام بدن، همونطوری که من انجام دادم. و نمیدونم چی بگم، شاید خیلی از ورزشکارهای ما تصمیم میگیرن دیگه ورزش نکنن، شاید تصمیم میگیرن که دیگه از ایران برن، بتونن به رویایی که دوست دارن برای آرزوی زندگی خودشون تلاش کنن. ولی خب شرایط خیلی پیچیده است، باید ببینیم کی چجوری تصمیم میگیره. و من هم این تصمیم رو برای خودم گرفتم، برای آینده خودم، که بتونم به اون چیزی که میخوام بهش برسم. منظورم اینه که مثلا حریفایی که توی راندای اول به تو باختن و تو میری نیمه نهایی رو با وجودی که میتونی ببری میبازی، هیچ موقع به اونا فکر کردی که چه احساسی دارن؟ ببینید، اونا هم منو درک میکنن، همه دنیا فهمیدن که چرا اینجوری شده. من به خاطر همون این تصمیم گرفتم که حداقل برای خودم زندگی کنم. درسته اونا هم ناراحت میشن، میگن چرا خب مسابقه میدی، مسابقه نده، ولی خب قانونی کشورم بود، من باید این قانون رو انجام میدادم و انجامم دادم. دیدین ما قبل فینال باختم، برای برنز هم باختم، ولی بعد از اون تصمیم زندگی عوض شد، زندگی جدیدی رو برای خودم تصمیم گرفتم. امروز یکی از روزنامه‌های ورزشی ایران عکس رئیس فدراسیون جهانی جودو رو با یک خالکوبی ستاره داوود که نشان اسرائیل چاپ کرده. در عرض این مدت هیچ کسی از اسرائیل با تو تماس گرفت؟ نه، هیچ کس با من تماس نگرفته، فقط من با فدراسیون جهانی جودو در تماس بودم که هیچ مصاحبه‌ای، هیچ چیزی رو انجام ندادم تا به امروز که بتونم تمام حرفامو بگم. ولی متاسفم برای چنین افرادی که دارن سوء استفاده میکنن از این قضیه، همونطور که برای من تهمت زده شد که سعید مولایی پناهنده شده، سعید مولایی و هزار تا حرفای دیگه. افسوس میخورم که شأن و شخصیت ایرانی رو با این مسئله ها، با این تدابیری که دارن میبینن پایین میارن. فقط آرزو میکنم که این شرایط هر چه زودتر پایان پیدا کنه. اصلا تا به حال ساگی موکی رو از نزدیک دیدی یا باهاش حرف زدی؟ بله، ما تو هر مسابقه که میریم همدیگر رو میبینیم، اونم ورزشکاره، اون هم قهرمان جهانه. این مسیری که من رفتم قهرمان جهان شدم، اون هم رفت و طلای جهان رو گرفت. ما با هم دوست هستیم، قرار نیست ما با هم دشمنی داشته باشیم، چرا؟ انسان هستیم، باید برای هم دیگه انرژی های مثبتی بدیم. ما فقط دوشک با هم جنگ میکنیم، هنوز که این اتفاق نیفتاده، ولی برای من مهم نیستش که ساگی موکی از چه کشوری هستش، اسرائیل هستش یا هر کشور دیگه، مهم اینه که انسان هستش، ما باید با هم دیگه دوست باشیم، نه ساگی موکی، هر کسی دیگه که تو دنیا هستش، انسان هستیم ما. ولی خب بعضیا این فکر رو نمیکنن، فقط فکرهای غلطی میکنن. من زندگی خودم این تصمیم گرفتم که شجاعانه زندگی کنم، دنیا هم ثابت کردم که میخوام شجاع باشم، از هیچ کسی هم ترس نرم، فقط برای دل خودم میخوام زندگی کنم. فدراسیون جودو اسرائیل و ساگی موکی از تو حمایت کردند، پیام های اونها رو حتما شنیدی؟
بله، من از طریق رسانه ها شنیدم. خیلی خیلی خوشحالم که این قهرمان این حرفا رو زده. من هم تشکر میکنم از ساکی موکی و آرزوی موفقیت براش میکنم. آرزو میکنم که یک روزی ما با هم دست در دست هم بدیم. مهم نیستش که ما با هم مسابقه بدیم یا ندیم، اگر مسابقه دادیم مهم برنده شدن نیست، مهم اینه که ما با هم دوست هستیم، جفتمون هم قهرمان جهان هستیم و خوش بودن و لذت بردن از مدالامون و دنیای ورزشمون، دنیای جدامون با هم لذت ببریم. چقدر برای تو مهم بود در المپیکی شرکت بکنی که ورزشی که در اون داری کار میکنی جدا داره برمیگرده به مهد خودش در ژاپن و المپیک هم در ژاپن برگزار میشه؟ ببینید، من تو توکیو با عشق سالن رو ترک کردم. این همیشه تو زندگی من میمونه. میتونستم سومین مدال جهانی و دومین ترام رو بگیرم. خیلی آماده بودم، این رو تو خودم دیده بودم، ولی همون روز، همون ساعت، همون ثانیه با خدای خودم عهد کردم که من باید روزی تو همین سالن، تو همون کشور بتونم بهترین مدال رو بگیرم. براش تلاش میکنم با برنامه ریزی، هدفمند، چون زندگیم رو به خاطر اون دادم، خانوادم رو به خاطر اون دادم، خیلی از دوستام رو به خاطر اون دادم، ولی در قبالش میتونم چیزی رو بگیرم که تا آخر عمر حسش کنم، ویترینم با اون مدال تکمیل بشه. ورزش های رزمی، به خصوص ورزش های رزمی که از ژاپن میان، خیلی تمرکز دارن روی حرکات بدن و همینطور ذهن و نظمی که بین اونها وجود داره. چقدر این مسائل که جدا داری کار میکنی روی تصمیمی که گرفتی تأثیر گذاشت؟ البته لطف دارن، حمایت کردن از من، مردمی که آگاه هستن، مردمی که بینش درستی دارن و براشون روح پهلوانی مهمه، انسان بودن مهمه. شاید خیلی هم از این مسئله سوء استفاده کردن، سعید مولایی چرا این حرفا رو زده، چرا این کارو کرده. من کار سیاسی انجام ندادم، من حرف بدی نزدم، من به عنوان سرباز قانون کشورم رو اطاعت کردم، میتونستم ببرم هزار تا کار دیگه، ولی این کارو کردم، باختم. حالا به خاطر دلایلی، خاطر اینکه مشکل برای خودم و خانواده‌ام پیش نیاد، حالا میگم تو اون شرایط مجبور شدم این کارو انجام بدم، ولی بعدش یه تصمیم گرفتم برای خودم شجاع زندگی کنم و به دنیا هم ثابت کردم. الان اومدم یه زندگی تازهی رو شروع کردم، خیلی چیزامو از دست دادم ولی خیلی چیزایی رو به دست میارم، زندگی کردم برای خودم. سعید، میدونی که این ماجرای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی که برای تو اتفاق افتاد دفعه اولی نبود که اتفاق میافتاد. قاعدتا شرایط مشابهی در آینده برای ورزشکارهای دیگه هم خواهد بود. اگه که قرار باشه که به این ورزشکارها یک توصیه بکنی، در حالی که این تصمیم شخصی هم هست، چه توصیه‌ای خواهد بود؟ ببینید، من هم قبلا تو همین سیستم بودم و همین جوری بودم، ولی یک روزی به خودم اومدم، تصمیم گرفتم برای خودم که بتونم راحت زندگی کنم. من شاید نتونم برای اونا تصمیم بگیرم، ولی شاید یه نکته‌ای بهشون بگم که با خودشون فکر کنن که آیا تضمینی هست برای آینده، آیا میتونن باز این مدال رو بگیرن. پس یک بار برای خودشون تصمیم بگیرن، آزادانه زندگی کنن، اون زحمتی که میکشن بتونن ثمرش رو ببینن. اگر میخوان برای خودشون، برای زندگی خودشون یه زندگی جدید شروع کنن، اگه نمیخوان دوباره همین مسیر رو برن. همه چی شاید من برمیگشتم ایران تجلیل میشد، کمی پول میدادن اینور اونور، ولی مدال برای من نمیشد. شاید تضمینی نبود من برگردم، برمیگشتم شاید منم مثل بریمانلو، مثل خیلی کسای دیگه برای المپیک نبود، چون هدف من المپیک هستش، تمام تلاشم رو دارم برای اون انجام میدم. فقط میخوام بگم که آگاهانه فکر کنن، تصمیم درستی برای زندگیشون بگیرن. میدونیم که فدراسیون جهانی جودو و در نهایت کمیته جهانی المپیک به تو قول دادن که شرایط رو فراهم بکنن که سال آینده بتونی در مسابقه المپیک شرکت بکنی. میخواستم از زبون خودت بشنوم که آیا در هیچ مقطعی فکر کردی که ممکنه که برای کشور دیگه‌ای مسابقه بدی؟ البته من میگم هنوز جواب قطعی رو من ندادم، ولی تو چند روز آینده من میدن، یا از کشوری یا از پرچم IOC، ولی من
درخواست پناهندگی ندادم، چون من ویزای 2 ساله دارم، چرا بخوام بدم درخواست پناهندگی رو انجام بدم؟ ولی این قطع به یقین هستش که من المپیک حضور پیدا میکنم، چون تمرکزم فقط برای المپیک گذاشتم. هیچ مهم نیستش از چه کشوری حضور پیدا کنم یا از IOC بخوام، تضمین شده که من تو المپیک حضور پیدا میکنم، چون تو ایران تضمینی نبود برای من. همونطور که خیلی از گذشته ما المپیک نرفتن، چه اتفاقاتی براشون پیش اومد، همینطور برای آقای بریمانلو که تو مسابقات جهانی حضور پیدا نکرد به دلایلی و همه میدونن، شاید قربانی بعدی من بودم. و الان خیلی خوشحالم که این تصمیم برای من گرفته شده که تمرکزم رو انجام بدم. از این بابت خیالم راحت باشه که المپیک راحت میرم و هیچ مشکلی نیستش. سعید، دو تا موضوع هست که میخواستم در مورد اونها ازت سوال بکنم. یکی مسابقه کشتی قهرمان جهانه که در شهر نورسلطان قزاقستان اتفاق میفته و بعضی از کشتیگیرای ایرانی ممکنه که با شرایط مشابهی روبرو بشن. در دسته اونها حریفان اسرائیلی، حریفان از اسرائیل وجود دارن. مطمئن هستم که این مسابقه ها رو از نزدیک نگاه خواهی کرد. بله، من خودم قبلا کشتی کار کردم. مسابقات خیلی سنگینی هم هستش، جو خیلی سنگینی داره و 5 نفر از کشتیگیرهای ما تو وزنشون حضور ورزشکارای اسرائیلی هستن. اسرائیلی اصل نیستن، ورزشکارای روسی هستن که برای اسرائیل مسابقه میدن. باید ببینیم چه اتفاقی پیش میاد، آیا همین اتفاق برای اونا اتفاق میفته یا نه. من آرزوی موفقیت براشون میکنم، ولی خیلی سخته که باید ببینیم چه اتفاقی پیش میاد. انشاءالله که آرزوی موفقیت براشون میکنم. میخواستم راجع به یک موضوع دیگه ازت بپرسم. مرگ غم‌انگیز یک هوادار فوتبال زن در ایران، سحر خدایاری یا دختر آبی، مطمئن هستم که این خبر رو شنیدی، در اخبار اکثر رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفتین این خبر. چه احساسی به دست داد وقتی که این رو شنیدی؟ ببینید، خیلی افسوس خوردم، خیلی ناراحت شدم که چرا هموطن من، یک خانوم از ایران، نمیتونه آزادانه راحت تو ورزشگاه حضور پیدا کنه. شاید بیننده یا ورزشکاری بتونه از دیدن اون انرژی خودش تخلیه کنه. خیلی از ورزشکارهای بزرگ کشور ما حمایت کردن، ولی حمایت فایده ای نداره. آیا سحر بر میگرده؟ آیا باز این اتفاق، آیا سحرهای قبلی که این اتفاق براشون پیش اومده، آیا باز میشه؟ من از کل دنیا، از بزرگان، از هر کسی که داره زحمت میکشه برای آرامش آسایش یک انسان، خواهش کنم که کمک کنن به ورزش کشور ما، به خانوم های کشور ما به راحتی بتونن ورزش کنن، به راحتی بتونن آزادانه هم ورزش کنن، هم ورزش رو ببینن. ولی خب فقط افسوس میخورم، از خدا میخوام که دیگه هیچ اتفاقی مثل این رخ نده. شرایط ایدئال ورزش ایران برای تو چیه؟ دوست داری ورزش ایران رو در چه حالتی ببینی؟ ورزشکارای ما مثل ورزشکارای دیگه آزاد زندگی کنن، یعنی هیچ دغدغه‌ای نشه باشن. به نظر من همه چی ساپورت کردن نیست، پول، امکانات نیست. آرامش برای ورزشکار خیلی مهمه. ورزشکاری که استرس داشته باشه فوکوس نمیتونه بکنه، تمرکز نمیتونه بکنه برای مسابقه، برای اون تلاش که داره انجام میده که نتیجهشو ببینه. فقط آرزو میکنم که ورزشکار ما تو آرامش، تو آسایش باشه و اون زحمتی که میکشه حقشو به اندازه همون زحمتش بگیره، مثل ورزشکارای کشورهای دیگه. و در نهایت برای آخرین سوال، میدونم که خیلی تمرکز کردی روی این ماجرا، شانس مدال خودتو در المپیک توکیو تا چه اندازه میبینی؟ من اگر 1% فکر میکردم، فکر میکنم یا فکر میکنیم در حد مدال المپیک نیستم، باور کنید پایان ورزشیمو اعلام میکردم. همونطور که سال قبل طلای جهانی گرفتم و امسال هم گفتم میتونم بهترین نتیجه رو بگیرم و تلاششو میکنم با برنامه‌ریزی، هدفمند. و من همیشه میگم، چون یک بار المپیک رو حس کردم، المپیک خیلی راحت تر از جهانی هستش. من این قول رو میدم که بهترین نتیجه رو بتونم تو المپیک بگیرم و خواهم گرفت. اگر که تونستی که مدال طلا رو ببری،
رفتی بالای اون سکو و سرود ملی ایران نواخته نخواهد شد، اونجا چه احساسی خواهی داشت؟ آیا احساس ناراحتی میکنی؟ خیلی سخته این سوال، خیلی سخته. من یه ایرانی هستم ولی مجبورم به خاطر اینکه به اون رویای ورزشی خودم برسم شاید خیلی چیزا رو باید کنار بذارم، ولی آرزو میکنم که شاید من اولین قربانی باشم که این مسیر، این مشکل حل بشه و ورزشکارهای دیگه ما بتونن به راحتی با پرچم کشور خودمون تو المپیک حضور پیدا کنن و هر اتفاقی میخواد پیش بیاد بتونن بهترین نتیجه رو بگیرن و راحت مسابقه بدن و سرود کشورمون اونجا زده بشه. سعید مولایی خیلی ممنونم از وقتی که به ما دادید.